خانم ها و آقایان سلام، میخوام پیامی از جانب مادرم نرگس محمدی برای شما بخونم. میخوام در ابتدا نیلوفر حامدی، الهه حامدی، ویدا رحمانی، سعید شفیع و نسیم سلطان بیگی رو ازشون یاد کنم، همکاران و روزنامه‌نگاران که در ایران زندانی هستند. در این تاریکی که بر اطلاعات سایه انداخته و بر رنج مردم ایران، با وجود زندانی کردن روزنامه‌نگاران و تعطیلی مطبوعات و رسانه‌ها، همراه با ادامه این فعالیت‌ها، نقش ما در این مبارزه و مقاومت مردم ایران ادامه دارد. تنها در سال گذشته در داخل جنبش زن زندگی آزادی، طبق رسانه‌های آمار رسانه‌های داخل ایران، بیش از 100 روزنامه‌نگار در داخل ایران زندانی شدند. این سرکوب با تأسیس این حکومت خودکامه شروع شده و دست کم ظرف 20 سال دست کم 200 رسانه تعطیل شدند و حدود 800 روزنامه‌نگار احضار و زندانی شدند. و البته رسانه‌های بین‌المللی در این شرایط نقش بسیار مهمی ایفا کردند برای انتقال صدای مردم ایران، روزنامه‌نگاران ایران و مدافعان حقوق بشر در ایران. روزنامه‌نگاران، شما، رسانه‌ها، دستاندرکاران حرفه‌ای رسانه‌ها، مهمترین و بزرگترین متحد ما هستید در این مبارزه دشوار علیه خودکامگی ویرانگر جمهوری اسلامی. من صمیمانه از همه تلاش‌های شما سپاسگزاری می‌کنم. نرگس محمدی، زندان اوین.